کارشکنی های درباریان. بدینسان مشروطه در ایران پدید آمد، ولی مردم بسیار دور می بودند و معنی و ارج آن را نمی دانستند و خود درمانده بودند که چه کار کنند. یکی از سبکسری ها در ایرانیان، به ویژه در تهرانیان، آن است که همین که یکی دو کسی به کاری برخواستند، صدها دیگران به آن برخیزند. در این هنگام نیز صد کس شبنامه می نوشتند و هر کسی دانسته های خود را بیرون می ریختند. به جای آن که در پی یاد گرفتن باشند و بدانند مشروطه چیست، اکنون که آن را به دست آوردند چه کاری باید بکنند و از چه راهی پیش روند، میدان یافته به خود نمایی ها می کوشیدند. مجلس چند گاهه هفته ای دو روز برپا می گردید. نظامنامه انتخابات چند گونه نوشته شده بود و از روی هم رفته آنها یک نظام نامه بهتری پدید آوردند و چنین نهاده شد که روز پنج شنبه 14 شهریور به دستینه شاه رسد و در تهران به برگزیدن نمایندگان پردازند. ولی در این میان داستان دیگری رخ داد و آن اینکه دانسته شد هواداران خودکامگی نومید نشدند و به این آسانی نمیخواهند دست از چیرگی بردارند و شاه را پشیمان گردانیدند و او از دستین نهادن به نظام نامه باز می ایستد و فرمانی که داده شد آن را به گونه دیگری معنی می کنند. از آن سوی شنیده شد این دوله که به اوشان رفته بود به مبارک آباد آمده و گفته می شود به شهر خواهد آمد و باز کارها به دست او خواهد بود. از این داستان مردم شوریدند و کسانی می کوشیدند که فتوا از علما برای بیرون کردن امیر بهادر، نصرالسلطنه و حاجب الدوله از ایران بگیرند. در نتیجه این هیاهو دولت ناگزیر شد، باز نرمی نماید و شاه در 17 شهریور به نظام نامه دستین نهاد. از آن سوی دستور به عین الدوله فرستاد که آهنگ خراسان کند. بدینسان دوباره شورش خوابید و چون به نظام نامه دستینه نهاده شده بود، در تهران به برگزیدن نمایندگان شصتگانه آغاز کردند. دولت ایران به شمار دولت‌های مشروطه درآمد و روزنامه‌های مصر، هند و اروپا گفتارهایی در این باره نوشتند. لیکن دربار هنوز از ایستادگی نومید نگشته و اندیشه ی رام شدن نمی داشت. این است چگونگی را به شهرها آگاهی نمی دادند. در تهران این همه داستانها روی داده بود. در تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و کرمان مردم چیزی نمی دانستند. جلوگیری از تلگراف به حال خود می بود. مشیرالدوله جانشین عین الدوله شده و همان رفتار او را می کرد. از اینجا دانسته می شد عین الدوله تنها نمی بوده و دیگرانی، یا بهتر گویم دست های دیگری هم کار می کردند و جلو توده را می گرفتند. دستخط‌های شاه که می‌بایست در همه جا به دیوارها چسبانیده شود نشده و برگزیدن نمایندگان که می‌بایست در همه جا آغازد نیاغازیده، شهرها به یک بار ناآگاه می‌ماندند.
در تهران مشروطه داده شد و مجلس چند گانه بازگردیده، ولی در شهرها همچنان آیین خودکامگی به کار بسته می شد. روزنامه های اروپا از شورش ایران و از مشروطه آن سخن می راندند، ولی در تبریز و دیگر شهرها که روزنامه می بود یک آگاهی در این باره نمی توانستند داد. پیدا بود که دولت گردن نگذارده و بران است که اگر تواند این دستگاه را از تهران نیز برچیند. کوشندگان این را نمی دانستند و به فیروزی خود شادکام گردیده به برگزیدن نمایندگان می کوشیدند. شاه همچنان دلبستگی به قانون و مجلس می نمود و کسانی را از شاهزادگان و دیگران که نمی خواستند همراهی در کار نمایند نکوهش می کرد و بارها می گفت که از درون دل با پیش آمد همراه است، ولی نتیجه ای از این گفتار و کردار او دیده نمی شد و پیداست که رشته کارها تنها در دست او نمی بود. کوتاه سخن. در نتیجه کوشش های مردانه و بخردانه یک سال و نیم دو سید و همدستان ایشان مشروطه در ایران پیدا شده، ولی یک تکان دیگری می‌خواست که آن را روان گرداند و پیش برد، و این تکان را تبریز به گردن گرفت که با یک جنبش ناگهانی آخرین امید درباریان را از میان برد و آواز کوشندگان تهران را به همه جا رسانید. ما می‌باید داستان تبریز و جنبش آن را جداگانه نویسیم و این است این گفتار را در اینجا به پایان می‌رسانیم. لیکن پیش از آن که خامه را به زمین گذاریم می‌باید باز چند سخنی از حبل المتین را برانیم. دارنده این روزنامه نمونه روشنی است از کسانی که نان خوردن را با کوشش در راه توده در هم آمیزند، یا بهتر گویم کوشش در راه توده را دستاویز نان خوردن گیرند، و چون این گونه کسان در ایران بسیارند ما برای نشان دادن زشتی کار ایشان این یکی را دنبال می کنیم. گذشته از آن که می خواهیم همه بدی ها و نیکی ها را در زمینه جنبش مشروط خواهی تا آنجا که می توانیم باز نماییم. این روزنامه ها که به پاس پول های عین الدوله آن دشمنی های پست نهادانه را با کوشندگان می نموده، چون رویتر آگاهی از افتادن عین الدوله داده خودداری نتوانسته و چنین نوشته: آنچه را که مخبر رویتر و اخبارات خارجه درباره خلع شاهزاده عین الدوله اتابک و صدر اعظم نوشته مقرون به ثواب نیست. شاهزاده را از صدارت خلع نکردند. چنان که موثقاً اطلاع داریم از چندی به این طرف مکرر شاهزاده استعفا از صدارت داده قبول نمی شد. این دفعه چون علما و اصلاح خواهان هم مخالف بودند استعفای ایشان را دولت قبول کرد، نه اینکه ایشان را خلع کردند. از آن سوی چون دیده کار از آنجا گذشته، از این زمان آغاز کرده که دلبستگی به مشروطه از خود نشان دهد، بلکه به این اندازه بس نکرده به راه نمایی ها پرداخته، پیاپی گفتارها نوشته که چنین کنید و چنان کنید، و در این میان خواسته پرده پوشی ها به زشت کاری خود کند، و چنین وانموده که آگهی نگاران دروغ می نوشتند. بیشرمانه تر از همه آن است که کسی که دیروز آن همه هواداری از دولت می نمود و جنبش دو سید و دیگران را بدانسان می نکوهید، این زمان به یک بار وارونه کاری نموده
و گفتارها می نویسد که همه گناه ها به گردن دولت بوده و دولتیان نمی گذاردند ایران پیش شود. تا آنجا که می نویسد اگر گفته شود قصور از ملت می باشد، به حضرت عباس دروغ است. همه از عدم علم و بی تجربگی و خودغرضی رجال بوده و هست. گفتار سوم، تبریز چگونه برخاست؟ در این گفتار باز نموده می شود حال آذربایجان در پیش از مشروطه و سخن رانده می شود. از گزارش جنبش مشروطه، از زمان برخاستن تبریز تا هنگام مرگ مظفرالدین شاه. چنان که دیدیم جنبش مشروطه را تهران پدید آورد، ولی پیشرفت آن را تبریز به گردن گرفت. ما داستان را تا داده شدن فرمان مشروطه و نوشته گردیدن و دستینه یافتن نظامنامه انتخابات و آغاز کردن به کار برگزیدگان نمایندگان تهران پیش آمدیم. تا اینجا تنها تهران کار می کرد، ولی از اینجا تبریز پا به میان نهاد و سنگینی بیشتر بار را به گردن گرفت. این است می باید در اینجا از جنبش تبریز و از کوشش های آن به سخن پردازیم. لیکن می باید رشته تاریخ را بریده و در اینجا هم دیباچه ای پردازیم و حال آذربایجان را در سالهای پیشتر از جنبش مشروطه بازنماییم و انگیزه هایی را که برای تکان مردم در اینجا در میان می بوده روشن گردانیم. در این میان میدان خواهیم داشت که برخی از گرفتاری های ایران و چندی از حال های ایشان را نیز به جستجو گذاریم. گفتیم ایرانیان ناآگاه از پیشامدهای جهان و تکان اروپا روز می‌گذاردند تا از زمان سپهسالار قزوینی بیداری در ایران آغازید و از زمان داستان امتیاز توتون و تنباکو تکانی در توده پدید آمد. آن تکان و بیداری در پیشرفت می‌بود تا بدانسان به مشروطه خواهی انجامید. پیداست که همه شهرها کم یا بیش بهره از آن تکان می‌یافتند و آذربایجان هم بی بهره از آن نمی بود. چون پس از پایتخت بزرگترین شهر ایران تبریز شمرده می شد و ولیعهد همیشه اینجا می نشست، پیوستگی با تهران همیشه در میان بود. از این رو با همه دوری از چیزهایی که در پایتخت رخ می داد و مایه بیداری مردم می شد، ناآگاه و بی بهره نمی ماند. از این سوی انگیزه هایی برای بیداری خود این را در میان می بود که نزدیکیش به قفقاز و خاک عثمانی باشد و اینها آمادگی و بیداری آذربایجان را بیشتر می گردانید. قفقاز را از آذربایجان یک رودی ارس جدا می گرداند. این است آن را در اینجا اوتای نامیدندی و سالانه گروه انبوهی از مردم از بازرگانان و سوداگران و کارگران به آنجا رفتندی و هر یکی پس از چند سال ماندن باز گردیدندی و آنچه را که از چگونگی روسستان و روسیان و دیگر اروپاییان شنیده و یا دیده بودند به ارمغان آوردندی. همین کار را کسانی که به استانبول رفتندی کردندی. آذربایجانیان در بازرگانی و فرستادن کالا به کشورهای بیگانه از همه مردم ایران جلوتر می بودند.
در همه کشورهای قفقاز، از تفلیس، باکو، باتوم و اشقاباد و دیگرها رشته بازرگانی را بیشتر اینان در دست می داشتند. همچنین در استانبول و دیگر شهرهای عثمانی و برخی از شهرهای اروپا در بازرگانی دست گشاده داشتندی. این بازرگانان در سایه آن که رنج به خود آسان گرفتندی و به سفرها رفتندی، از یک سو داراک اندوختی و با پیشانی گشاده زیستندی، از یک سو آگاهی از جهان و زندگانی پیدا کرده و به کشور و پیشرفت آن دلبستگی بیشتر داشتندی. این گروه بازرگانان در آذربایجان خود یک گروه کارآمد ارجداری می بودند و چنان که خواهیم دید در جنبش مشروط هم در دادن پول و در کوشش به دیگران پیش و بیشی جستند. ما دبستان و روزنامه ها را از نشانهای جنبش و بیداری توده شمردیم و این را هم گفتیم که دبستان نخست از آذربایجان، یا بهتر گویم از شهر تبریز آغازید و سپس از اینجا بود که به تهران و دیگر شهرها رسید. اما روزنامه، چنان که گفتیم، نخستین روزنامه ها رسمی می بود. در تبریز هم در زمان ولیعهدی مظفرالدین میرزا روزنامه‌ای به نام ناصری که با دست ندیم باشی نامی نوشته می شده، سپس که روزنامه های دیگر پیدا شده، در اینجا هم تبریز پیشی پیدا کرده. زیرا تا آنجا که ما می دانیم نخستین روزنامه از این گونه اختر بوده که کسانی از تبریزیان آن را در استانبول می نوشتند. اگر از روزنامه های خود شهرها گفتگو کنیم و تهران را با تبریز بسنجیم، راست است که تربیت در تهران جلوتر آغازیده و الحدید تبریز پس از آن بوده. چیزی که هست، الحدید را به پای تربیت نتوان برد. روی هم رفته آذربایجان به ویژه شهر تبریز برای بیداری آماده تر از دیگر جاها می بود. ما پیش آمد شوریدن به امتیاز توتون و تنباکو را نخستین تکان در توده ایران شمرده ایم. چنان که گفتیم در آن شورش پیشگام تبریزیان گردیدند و این نمونه ای از آمادگی ایشان می باشد. چیزی که هست، در تبریز یا آذربایجان پیشوایانی همچون دو سید پیدا نشدند و این مردان گرانمایه بحر تهران بودند. در تبریز در آخرهای زمان ناصرالدین شاه مجتهد آذربایجان حاجی میرزا جواد می بود. این مرد در فزونی پیروان و چیرگی به مردم در میان همکاران خود کمتر مانند داشته. سخنش در همه جا می گذشته و دولت پاسش می داشته و مردم جانفشانی ها در راهش می نمودند. ولی این مرد کسی که معنی کشور و توده بداند و پروای چنین چیزها کند نبوده. من زمان او را ندیدم و خود آگاهی از او نمی دارم، ولی از داستانهایش نیک می دانم که از این چیزها آگاهی نمی داشته و جز سروری و فرمان روایی خود را نمی خواسته. راستی این است که در آن زمان یک دولت بوده و یک شریعت. روشن‌تر گویم، یک سو ناصرالدین شاه فرمان می رانده به نام دولت و یک سو مولایان فرمان می رانده اند به نام شریعت، و این دو چون همیشه با هم در نهان و آشکار کشاکش می داشتند، از این رو مولایان هرچه به فرمان روایی خود افزودندی آن را پیشرفت شریعت نام نهادندی و مردم نیز جز این نخواستندی و ندانستندی. اما اینکه کشور را دشمنانی هست و می باید اندیشه آنان هم کرد،
یا اینکه کشور را قانونی در باید که ستم کمتر باشد و دیگر مانند این چیزها، چیزهایی است که حاجی میرزا جواد و مانندهای او هیچ نمی‌دانستند. در زمان او یک داستانی رخ داده که از یک سو سرسپردگی مردم را به او چند برابر گردانیده و از یک سو به خامی و ناآگاهی خود او بسیار افسوده. چگونگی آن که جوانی از تبریز به قفقاز رفته و در آنجا کار می کرده و چنین روی داده که کسی را کشته یا گناه دیگری نزدیک به آن کرده و این بوده او را گرفته و به سیبریا فرستاده بودند. مادر جوان به حاجی میرزا جواد پناهیده و از او رهایی پسرش را می خواهد. حاجی میرزا جواد تلگرافی به امپراتور روس فرستاده، رهایی آن جوان را درخواست می نماید و پس از چند روز پاسخ می رسد که امپراتور درخواست او را پذیرفت و دستور داد که جوان را از سیبریا خواسته روانه ایرانش گردانند و به مادرش برسانند. پیداست که خواست امپراتور چه بوده و بهر چه دلجویی از مجتهد آذربایجان می نموده. ولی آن روز اینها را نمی دانستند و مردم معنی دیگری فهمیدند و آن را از قوت شریعت شمردند و در دلبستگی به حاجی میرزا جواد پا فشارتر گردیدند. تا سالها این به زبانها می بود. قوت شریعت در زمان حاجی میرزا جواد آقا می بود که از اینجا تا پترزبورگ حکم می راند. بیگمان او خود نیز جز این معنی را نمی فهمیده و از آنچه در زیر پرده این دلجویی نهان می بود آگاهی نمی داشته. ما از او نکوهش نمی نماییم، زیرا ستمگری یا بدی دیگری نشنیده ایم. ناآگاهیش را می نویسیم و همه مجتهدان آذربایجان همچو او ناآگاه می بودند. بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319.